خبر عاجل به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. وحید شهکار سخنگوی والی پروان می گوید که کارمندان شرکت برشناک سرگرم ساخت پایه برق تخریب شده در تپه گلغندی بودند، آماجی یک انفجار قرار گرفتند. او افزود که در این انفجار معاون عملیاتی حوزه برق پروان جان باخته است و رئیس برق این ولایت با 3 تن دیگر زخم برداشتند. شرکت برشنا وضعیت زخمیان را وخیم گزارش داده است. این در حال است که وزارت خارجه اعلام کرد که افغانستان و ایران روی تشکیل هیئت مشترک برای تحقیق درباره گزارش های نشر شده مبنی بر رفتار نادرست با مسافران افغان در امتداد سرحد افغانستان و ایران و ادعای کشتار شماری از آنها توسط مرزبانان ایرانی توافق کردند. در اعلامیه وزارت خارجه که روز سه‌شنبه 16 سور نشر شد گفته شده است محمد آرون چغانسوری معین سیاسی این وزارت از روز گذشته به این سو با سفیر ایران در کابل در تماس بوده و خواهان آغاز تحقیقات فوری در این باره شده است. طبق اعلام وزارت خارجه، وزارت امور خارجه ایران شام روز گذشته از طریق یک تماس تلفنی رسمی به سفیر افغانستان در تهران آمادگی کشورش را برای انجام تحقیقات مشترک اعلام کرده است. وزارت خارجه ایران گفته است که روز سه‌شنبه یادداشت رسمی را در این مورد بر سفارت افغانستان می‌فرستد. وزارت خارجه افغانستان از این اقدام ایران استقبال کرده و گفته است که منتظر دریافت یادداشت رسمی تهران است تا در قالب آن زمینه آغاز فوری تحقیقات مساعد شود. وزارت خارجه گفته است که هدف از این تحقیقات دریافت حقایق دقیق و تأمین عدالت است. دو روز پیش گزارش شد که مرزبانان ایران شماری از کارجویان افغان را که می‌خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند ابتدا شکنجه کرده و سپس آنها را به دریا انداختند. برخی از گواهان رویداد گفتند که 57 کارگر افغان سحرگاه شنبه 13 سور از سوی نیروهای مرزی ایران به رودخانه انداخته شده اند که 23 نفر آنها جان باختند. ایران اما این ادعا را تکذیب کرده است. اداره مرزبانی این کشور گفته است که با بررسی ویدیوهای نشر شده به این نتیجه رسیده که این رویداد در مرز افغانستان و ایران صورت نگرفته است. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.